بیش از سه سال از شکست سنی های تون رو در عراق می گذرد. بعد از این اتفاق بسیاری از نیروهای این گروهک هت... گروه تکفیری به دیگر کشورهای جهان گریختند. آمار رسمی و دقیقی از محل حضور نیروهای فراری داعش در دست نیست. اما گفته می شود بخشی از آنان به افغانستان، بخشی دیگر به ترکیه و گروهی هم به مناطق مختلف شمال سوریه رفتند. گروهی از داعشی ها هم به کشورهای آفریقایی مانند لیبی، تونس و الجزایر سفر کردند. در این میان گروهی از داعشی ها هم پارا از کشورهای شمال آفریقا فراتر گذاشته و به مرکز و جنوب این قاره رسیدند. همکار علی اکبری گزارش می‌دهد. مجله آمریکایی فارن پالیسی فاش کرد که گروه تروریستی داعش در حال تجدید قوا در جنوب آفریقا و کشور موزامبیک است. در گزارش مجله آمریکایی فارن پالیسی آمده شرکت بزرگ نفتی توتال انرژی فرانسه از کشور موزامبیک خارج شده و اعلام کرده این شرکت را مجبور کردند که پروژه گاز مایع طبیعی به ارزش 20 میلیارد دلار که بزرگترین سرمایه گذاری این شرکت در آفریقا بوده را رها کند. این شرکت پس از حمله ماه مارس افراد مسلح وابسته به داعش به روستایی نزدیک محل انجام پروژه در استان کابو دلگادو واقع در دورترین نقطه شمال موزامبیک کارکنان خود را از این محل خارج کرده است این حمله خسارات جانی و مالی بسیاری به مردم منطقه وارد کرد بنا به نوشته این نشریه اقدامات خشونت آمیز در موزامبیک از سال 2017 تا کنون به کشته شدن بیش از 2500 شهروند موزامبیکی منجر شده است. همچنین شمار آوارگان داخلی در این کشور به دنبال وقوع جنایات مختلف از 70 هزار نفر در سال 2020 به 700 هزار نفر در سال 2021 افزایش یافته و همچنان در حال افزایش است. این نشریه می درگیریها درگیری ها در بسیاری از نقاط استان کابو دلگادو و همچنین در بسیاری از مناطق قاره آفریقا به دلیل وجود گروه های مسلحی چون القاعده و داعش و دیگر گروه های مسلح همچنان ادامه دارد این مجله در ادامه فاش کرد که آثار گروه تروریستی داعش به آن سویی از موزامبیک نیز کشیده شده و استان کابو دلگادو نخستین محل استقرار آنها در جنوب قاره آفریقا است. اگرچه حملات در این منطقه به صورت محلی باقی مانده است اما با احیای گروه تروریستی داعش ممکن است شکل این حملات در آفریقای جنوبی و شرقی تغییر یابد.